سلام عرض بکارم خدمت شما دوستان عزیز و همراه رسول بزرگواری هستم از رادیو نل در خدمت شما خیلی از ماها تو زندگی شخصی خودمون دنبال این میگردیم که بتونیم مدیریتی داشته باشیم روی کارهایی که میخوایم انجام بدیم زمانبندی کارها برامون خیلی وقتا مهم میشه و دوست داریم که بتونیم کارهای خودمون رو سر وقت به موقع و در زمان مناسب انجام بدیم مطالب زیادی در خصوص مدیریت زمان نحوه و اجرای اون وجود داره یکی از مهمترین حالا بگیم اساسی ترین برنامه ریزی های کاربردی برای مدیریت زمان و کار زمانبندی کارهای خودمون بحث ماتریس آیزنهاور هست حالا آیزنهاور 34 امین رئیس جمهور آمریکا بوده ما به خود شخصش کار نداریم منتها به این شیوهی که قراره که با اون مدیریت و زمانبندی کارهای خودمون رو انجام بدیم میخوایم بپردازیم این ماتریس طبق این ماتریس ما کارها رو بر اساس اهمیت و ضرورتی که دارن میایم میچینیم به صورت ماتریسی که عرض میکنم خدمت شما یه سری از کارها برای ما خیلی مهم هستن یعنی چی؟ یعنی باید زمان مناسب و به صورت صحیح انجام بشن مثل مثلا رفتن به سر کار حالا فرق نمیکنه شما کارمند هستید خاندار هستید دانشجو هستید کارگر هستید یا شغل آزاد دارید به هر نحوی که بخواید در نظر بگیرید یه سری از کارها باید زمانش مناسب و صحیح انجام بشه یه ده از کارها هستن که فوری باید انجام بشن یعنی باید سری و به دورن مکس یعنی به قول با کمترین تاخیر انجام بشن که بهش میگن کارهای فوری این ماتریس آیزنهاور یه سری اصول کلی داره از جمله مهمترین اونها هستش که باید اهداف و خواسته های خودمون رو حالا توی اون روز که میخوایم شروع کنیم تو اون هفته یا تو اون ماه تو اون دوره خاص رو باید بتونیم بنویسیم یادداشت کنیم نوشتن معجزه میکنه بعد بیه ما کارهای خودمون رو تقسیم بندی کنیم و بر اساس اون جدولی که حالا مشخص کردیم به عنوان یک ماتریس هست مثل یک ماتریس هست اون رو بچینیم چیدن برنامه های خودمون هست توی این ماتریس یه سری از کارها هستن که فوری و مهم هستن و ما باید حتما الان انجامش بدیم یعنی نباید اون تأخیری ایجاد بشه این کارهایی که باید الان انجام بدیم فوری و مهم هستن پیامدهای های احتمالی و غیر منتظره ممکنه اگر سر زمان خودش انجام نشه انتظار ما رو میکشه یعنی ممکنه توبیخ، جریمه و یا به حساب کسر کار بخوریم یا به یه نحوی مورد بازخواست قرار بگیریم یه سری از کارها هستن که مهم هستن اما فوری نیستن ولی باید براش برنامه ریزی کنیم یعنی چی مثل مثلا که باید باش در... ده... که باید برای این کار رو فرصت سازی کنیم زمانی رو مشخص کنیم تا به اون هدف خودمون برسیم مثلا شما اگر آزمونی رو دارید یا جلسه مهم کاری رو دارید برای هفته آینده روزهای آینده شما حتما باید برنامه‌ریزی داشته باشید مهم هستن اما فوری نیستن پس باید حتما برنامه ریزی بشن تا بتونیم از فرصتهای خودمون بهترین استفاده رو کنیم یه دسته از کارها هستن که فوری هستن اما مهم نیستن ما میتونیم اونها رو موکولش کنیم به زمان دیگه ای. این دسته از کارهای فوری ولی غیر مهم زمان بر میتونن باشه مثلا سرویس دوره خودروی شما یا وسایل منزلتون یا عرض به حضور شما که کارها و ارائه ها نمایش حساب کارهایی که مثلا باید حتما انجامش بدید توی هفته آینده مثلا تماس با دوستان آشنایان خودتون اینها کارهایی هستن که میتونید به زمان دیگه ای موکولش کنید اما توی اینجا باید حتما در زمان بر هستن و زمان بندی اگر نداشته باشن شما ممکنه با کارهای دیگه به حساب تداخل ایجاد کنن بحث زمان تو اینجا خیلی مهم هست یه دسته از دست، کارها هم هستش که تو زندگی خودمون تو زندگی روزمره خودمون انجامش میدیم این کارها غیر فوری هستن غیر مهم هم هستن این ضروریتی هم نداره ما انجامش بدیم اونها رو باید قیدش رو بزنیم باید اونها رو رها کنیم مثل مثلا خیلی وقتا میگن تلویزیون نگاه کردن زمان انسان رو میخوره می بله، میبله از بین میبره یکیش همین هست یکیش مثلا پرداختن به کارهایی که مثلا خیلی لازم و ضروری نیست مثل مثلا پرداختن به یه سری امور مثلا تفریحاتی که به عنوان تفریح هستن اما تو زمان برنامه ریزی و به قول معروف تو زمانی قرار گرفتن که موقع کار ما هستن مثل بازی کردن موبایل اینها کارهایی هستن که زمان ما رو از بین میبرن و ما اگر بتونیم این کارهای غیر مهم و غیر فوری رو ترک کنیم رها کنیم میتونیم برای خودمون زمان بخریم نکته اساسی و مهم توی ماتریس آیزنهاور توی این جدول بندی این هستش که اولا شما باید مهارت نگفتن به دیگران رو بلد باشید دیگران باید بشناسن شما رو که شما وقت براتون ارزش داره کارهایی که انجام میدید سر وقت دارید انجام میدید شما رو آدم منضبط و مرتبی بدونن و اگر کسی هم با شما کار داشته باشه باید حتما تو پیش زمینه ذهنش این قرار گرفته باشه که شما وقتتون رو باید تنظیم کنید باهاش نکته دیگه این هستش که خیلی از کارهایی که ما میخوایم انجام بدیم باید به کارهای کوچکتر تقسیمش کنیم تا زمانی بیشتری رو بتونیم برای عرض به حضور شما که مدیریت اون به کار ببریم و حالا نکته بعدی این هستش که خیلی وقت ما مثلا باید ممکنه برای کارهایی که تو طول روزم انجام بدیم این ماتریس رو برای کارهای دیگه هم انجام بدید مثلا شما برای طول روز خودتون یک ماتریس تهیه میکنید برای کاری هم که قرار انجام بدید مثلا به سر کارتون هم که میرید تشریف میبرید اونجا هم باید یه همچین ماتریسی رو انجام بدید که مثلا تا قبل از ساعت 8 مثلا تا قبل از ساعت 10 یک کاری رو انجام بدید تا 12 یک کاری رو و بیاید اینها رو مشخص کنید تا زمانی که به منزل می‌رسید وقتی استراحت شما هست یعنی ماتریس توی ماتریس هم میتونید داشته باشید امیدوارم این کلیپ هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه شما میدونید برای دیدن کلیپ های بیشتر ما رو سابسکرایب کنید یا اپلیکیشن رادیو انلپی رو دانلود و نصب فرمایید متشکرم